به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر ابری و برفی و سرد واشنگتن، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. میپردازیم به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی ایران و آنچه رو که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مربوط به ایران میشود. زندان رفتن محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری پیشین حکومت فقیه، چه راز و رمزهایی در پشت خود دارد؟ درگیری جناح‌های مختلف در حکومت دینی ایران، سرانجام این درگیری به کجا خواهد رسید؟ بر سر چیست درگیری میان جناح‌های همچنان طرفدار محمود احمدی نژاد و جناح‌های دیگر حکومت؟ آن سوتر در خوزستان چه می‌گذرد؟ چرا خانم معصومه ابتکار مسئول سازمان محیط زیست کشور هنوز از اعلام طرحی روشن، عملی و مؤثر برای رفع مشکل ریزگردها در خوزستان ارائه نداده است؟ چرا مسئولان جمهوری اسلامی صرفاً به دادن گزارش همانند خبرنگاران رسانه‌ها عمل می‌کنند و گویی که مسئولیتی در برابر رویدادهای کشور از جمله طوفان شن در خوزستان ندارد؟ و در اصفهان، به گفته دادستان اصفهان، مسئولان مربوطه همچنان سرنخهای اسید پاشی را دنبال می کنند و این توضیح نداده است که چرا تا کنون این سرنخها به نتیجه نرسید. با من و شما هستند در شماره امشب تفسیر خبر در استکهلم، سوئد، آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی، و در ترکیه آقای مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی سلام به شما از واشنگتن سرد، امیدواریم هوای بهتری در استکهلم داشته باشید. سلام بر شما جناب چالنگی عزیز، به همکاران عزیزتون، به آقای شکوری و بینندگان برنامه شما. استکهلم هم مانند واشنگتن سرد جناب چالنگی. روزهای گرم هم خواهد رسید حتما. و با سلام به شما آقای شکوری عزیز در ترکیه که ما چندان از هواش خبری نداریم. سلام دارم خدمت شما جناب آقای چالنگی، همکاران محترم شما، بینندگان و شنوندگان عزیز شما. ترکیه هم هوا کماکان سرد هست. بنابراین هوا همه جای یه جوری گلمون هواشناس معروف پسه. آقای اعتمادی عزیز، ببینید، در حکومت جمهوری اسلامی، حکومت دینی ایران، حکومت روحانیت شیعه بر ایران، هر عنوانی از این قبیل برش بگذارید، پرونده‌های فساد کم نیست، اما هیچ کدوم از پرونده‌ها به سرنوشتی روشن نرسید، یعنی باز نشد. در این میان چند نفری اعدام شدن، آقای معفرید خسروی به طور بسیار پر راز و رمز به جوخه اعدام سپرده شد، اما باز اون هم حتی جزئیات پرونده روشن نشد. حالا محمد رضا رحیمی رو به زندان فرستادن،
ایشون هم گفته که آقا ما به کلی نماینده پول و پله دادیم. بخشی آقای پور معزن هم در مجلس گفته برخی از نمایندگان تا 90 میلیون تومان پول گرفتن از آقای رحیمی. قضیه چیه واقعا؟ یه که تصویه صافهای داخلی باندهای حکومتیه یا نه مواظبت از بیت المال مردم هست که حتی معاون رئیس جمهوری باشه که حیف و میل کنه به زندان میده؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ خب آقای چلنگی، برانم تو که همه هموطنان ما میدونن و جنابالی برای شاید بیشتر از بنده، این است که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ایران به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شده است بر اساس آمار و گزارش هایی که در خصوص مفاسد مختلف به خصوص مفاسد اقتصادی از سوی خود مقامات، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، و نهادهای وابسته به حکومت در طی سالهای اخیر گزارش شده و مطرح شده. و این هم درسته که به واقع الان مقامات دولتی و حتی خبرگزاری های وابسته به دولت اسلامی در ایران خودشون در افشای این نوع مسائل پیشگام و به اصطلاح پیشتاز هستند. دلیلش هم واضح است که مسئله تا اندازه عیان شده که پنهان کردن و کتمان کردن این مسائل به سادگی میسر نیست. اما نکته هم که باز شما اشاره کردید، اختلافات درون جناحی حکومت باعث میشه که گاه اونها با برملا کردن این نوع مسائل هم میدان رو از رقبای خودشون بیشتر در اختیار داشته باشن و همین که لازمه به ویژه در شکل چنین اوضاع و احوالی که مردم ما باش روبرو هستن، این است که گاهی از بین خودشون عواملی رو به عنوان به اصطلاح عامل این فسادها معرفی بکنن. اما به قول آقای اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی، به طور مثال در یکی از همین پرونده‌ها، اون پرونده معروف 3000 میلیارد تومانی، نزدیک به 200 نفر از مدیران و به اصطلاح اعضای نهادهای مختلف دولتی از دستگاه قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس و وزارتخانه‌ها و رؤسای بانک ها در شرکت داشتند. و سرانجام ما دیدیم که با دستگیری 7 تن از نمایند یا با به اصطلاح دعوت 7 تن از نمایندگان مجلس و تشکیل دادگاهی فرمایشی برای اونها، در پایان در دادگاه تجدید نظر حتی اون 7 نفر نماینده مجلس هم تبرئه شدند. و این واقعیت بسیار تلخی است که در کشورهای مانند ایران ما باش روبرو هستیم. واقعیت اینه که رژیم‌های استبدادی همیشه با اعمال فساد و در ردیف همون اعمال فساد، سرکوب و اختناق مخالفین و مردم به حیات خودشون ادامه دادن. در نتیجه این جزء ماهیت حکومت‌های استبدادی است که حالا آیا همه همینطوره؟ ببینید آخه خدا رو شکر حکومت‌های استبدادی کم نداریم تو همون منطقه و جای مختلف. آیا واقعا همه همینطورن؟ میلیارد میلیارد میدزدن و بعدم از یه کسی گفت بقیه مردمش، بسیاری از مردمش نون خالی هم ندارن بخورن. اگه هم یه کسی وکیل دادگستری اومد گفت آقا اون چرا زندان رفت دانشجو، یا مثل خانم نسرین ستوده و بقیه، مثل سیفزاده و بقیه، عبدالفتاح سلطانی وکیل هم دادگستری هم اگه حرفی زد اونم زندان میکنه، دانشجو اگه حرفی زد اعدامش میکنه، زیر شکنجه میکشن. آیا همه همینطوره، همه حکومت های استبدادی، یا نه برخیشون؟ بفرم. به هیچ عنوان. من ابتدا خدمتتون عرض کردم حکومت اسلامی ایران در رابطه با پدیده فساد جزو کشورهایی است که در رأس جدول به اصطلاح کشورهای فاسد دنیا قرار داره. بنابراین میزان سرکوب و میزان به اصطلاح کنترل و درجه فساد بالاترینه در بین کشورهای موجود در جهان. در نتیجه این مقامی است که حکومت اسلامی ایران به دست آورده. و یکی از دلایل اصلیش این است که منابع قدرت سیاسی و منابع ثروت با هم ادغام شدن جناب چالنگی عزیز. یعنی شما وقتی تمام نهادهای وابسته به حکومت اسلامی رو میبینید که در پروسه فسادها دست دارن، دخالت دارن، بنابراین درجه فساد هم بالاست و اصولا مقابله کردن با این نوع فسادها
غیر ممکنه. یعنی این به نظر من فساد در حکومت اسلامی مانند بیماری سرطانه که تمام پیکره نظام رو گرفته. این بیماری وقتی داخل بدن یک انسان میشه مانند سرطان از یک جا شروع میشه ولی به بقیه و اعضای بدن هم سرایت میکنه. بنابراین هیچ راه حلی برای مقابله با فساد نیست و شما هم اشاره کردید هر بار وقتی خبری در مربوط به مسئله فساد مطرح میشه جراید و روزنامه های خود حکومتی اون رو مطرح میکنن، به مرور در سایه قرار میگیره این خبرها و دست به فراموشی سپرده میشه و در نتیجه اینها میتونن با همین شیوه عمل کنترل طرح این مسائل رو خودشون در اختیار داشته باشن و محدود کردن و جمع کردنش رو هم به دست خودشونه و این بازی است که حکومت اسلامی ایران در 36 سال گذشته انجام داده. آقای شکوری در همین زمینه نظر شما رو میشنویم در زمینه این فسادی که وجود داره و زندان رفتن آقای رحیمی و یک پرسش، آیا اینی که فساد در جمهوری اسلامی گسترده تر از دیکتاتوری ها یا استبداد های دیگه هست به گفته آقای اعتمادی علتش این نیستش که در ایران، علتش اینه که تنها کشوری هم هست که روحانیت داره حکومت میکنه، روحانیتی که عملا در نه کار تولیدی نه پیش نو نقشی نداره جز نشستن و سخن گفتن و حرف زدن و همین کارهایی که همه میدونیم و اینها. آیا علتش این نیست؟ بفرمایید. بله خدمت شما عارضم که یکی از عللش میتواند همین باشد، یا حداقل بگوییم که بخشی از روحانیتی که حاکم هستن حداقل اونها رو بخوایم بگوییم، حالا اگر همه اینها رو نگوییم بخشش این است. چون به عبارت دیگر شما میدانید اصولا روحانیت فکر تولیدی ندارن، این یک واقعیتی است. الان هم حکومت به دست اینها افتاده. بحث دیگری که هست نگاه کنید، اصولا فساد در حکومت‌های ایدئولوژیک رخ میدهد، یکی از عللش البته همین است. حالا وقتی که دین خودش ایدئولوژیک میشود، حکومت را دینداران میگیرن یا حالا بی‌دین‌ها میگیرن، ولی به قول معروف گفتنی سوء استفاده هم از اون میکنن، این ایدئولوژی خیلی قوی است. مسلم وقتی این ایدئولوژی را در دست میگیرن راحت‌تر میتوانن که سرکوب‌ها را شروع کنن، یا حداقل در ابتدای راه میتوانن عده‌ای را بفریبند. اینها یکی از عللش است. در خود جمهوری اسلامی هم اگر ما نگاه بکنیم، امروز الان مثلا بحث فساد مالی آقای رحیمی مطرح میشود، والا خدا آقای رحیمی و خود احمدی نژاد و بعضی های دیگر بنده گمان نمی کنم اونقدرها اینها مقصر بوده باشند، به خاطر اینکه اون چه که باعث این فسادها می شود خود ساخت قدرت هست. من فکر می کنم آقای اعتمادی کاملا دیگه همه موارد رو ایشون بیان کردن. الان فقط رحیمی نیست، شما الان در هر دهکوری بروید، هر بخشداری، هر استانداری، هر فرمانداری الان ماشاءالله دارن دزدی های میلیونی میلیاردی، تا جایی که وسعشون برسد ماشاءالله کوتاهی نمی کنن. اون چیزی که هست سیستم این گونه است. شما سیستمی که اصلا تفکیک قوا در اون معنا نداره. این وضعیت مثلا قوه قضاییه است که قوه قضاییه خود زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، این قوه مجریه اش هست که از خود این آقای رئیس جمهور و بقیه کاندیداها امتحان ایدئولوژی میگیرن، اون وضعیت مجلسش هست که شما میبینید، اون وضعیت خبرگانش هست، همه اینها به قول معروف قدرت متمرکز هستش. خب اینجا هیچ گونه نهادی، هیچ گونه ابزاری برای نظارت از داخل خود حکومت که نیست. در بیرون همین حکومت که شما میبینیم تمام رسانه ها رو به قول معروف ممنوع کرده، اصلا رسانه ای وجود نداره. این وضعیت مطبوعات هست که با اون صحبت های آقای خامنه‌ای که مطبوعات پایگاه دشمن است و از این قبیل مسائل، مطبوعاتی هم نیست. روزنامه نگاران در زندان هستن، صاحب نظران هم که اصولا نمیتوانن صحبت کنن، وقتی صحبت کنن مثلا در مورد اقتصاد با مثل آقای دکتر رئیس دانا بشود که ایشون گفتن که سونامی به قول معروف تورم میخواد بیاد ایران، سونامی اقتصادی میخواد بیاد، ایشون رو بازداشت کردن و به زندان بردن چندین سال پیش. در مورد و بسیار دیگه آقای سعید ریداد و بقیه کسایی که در زمین آیت کسایی بر بفرم قابل شمارش نیست. حالا ما به عنوان یک نمونه عرض کردیم، وقتی شرایط این گونه باشد ما چه انتظاری میتوانیم داشته باشیم؟ این یک مورد است. یه مورد دیگری هم هست، توجه داشته باشید نگاه کنید،
به یاد میارم 4 سال اولی که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه آقای خامنه ای تصدی کردن این پست را. در اون زمان خیلی ها میگفتن که آقای خامنه ای اطلاعی ندارد که اینها فاسد هستند. بعدها گذشت، ما دیدیم خیلی از پرونده هایی که الان دارد رو میشود مال همون 4 سال اول هست و دقیقا تمام این پرونده ها رو اینها دارن. بس این است، این رژیم هایی که این گونه فاسد هستن برنامهشون اصولا این است، اینهایی هم که با اینها کار میکنن وضعیت رو در این سیستما به گونه ای میچینن که اینها اصلا بتوانند مرتکب فساد بشوند، که اگر روزی خواستن که از اون خط قرمزها عدول کنن به عبارتی اون نقاط ضعف رو داشته باشن و حکومت بتواند از اون استفاده کنند بر علیه اینها. و سوی دیگر مردمی هم که و منتقدان و مخالفانی هم که میگویند که با فساد برخورد نمی شود، اینها بگوین اینا در چارچوب همین نظام بودن، همین رژیم، همین دولت، همین ساخت و قدرت بودن، نگاه کنید فساد کردن، الان داریم با اینها برخورد میکنیم، این عوام فریبی رو انجام بدن. تمام اینها هست. حالا شما در مورد آقای الان شما اگه نگاه کنید تمام مسائلی رو که اینها میگوین فساد همه اونهایی هستش که دولت احمدی نژاد مرتبط میشود، یک حالت جناحی یعنی پیدا کرده، یعنی به نظر میرسد که این تسویه حساب هستش و از روز ابتدا هست اینها رو باز گذاشته بودن. از قبل از شروع این درگیری های جناحی روی آقای خامنه‌ای خودشون این کار رو کرده بودن و پرونده های اینها رو از اون موقع داشتن، منتها رو کردنش بوده برای 2 سال آخر دوره دوم احمدی نژاد. آقای اعتمادی ببینید، این وسط میبینیم حکومت خودش رو چندان نیازمند این نمیبینی که توضیح روشنی بده به مردم. اقدامات اینطور چند هزار میلیارد تومان که من نمیدونم واقعا چقدر میشه، چه حجمی است و به عرض خارجی چقدر میشه، رقم های بالایی هستن دیگه نیست. خب این رقم های بالا، یک رقمش اگر دزدی به این چنین اتفاق افتاده تا این 8 سال گذشته ای که آقای احمدی نژاد حکومت میکرده، مگه نه اینکه این بابا آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه اون بالا نشسته و مسئولیتش همینه که مواظب باشه بیت المال رو کسی نبره. الان بعد از گذشت این زمان 8 سال دارن میگن که میدوزیدن میچاپیدن، همه اینها هست. اون به جای خود، سوال اینه که از ایشون پرسیده میشه که آقا پس مسئولیت شما چه شد که به خاطر این آدم کشتید، تجاوز کردید به مردم، بچه های مردم در زندان ها و جستای بسیار به قول خودشون اطرافیانشون امامگونه گرفتن و از این حرفا. شما پس چه میکردید؟ چرا مواظب نبودید؟ کسی بالاتر از شما که نیست. این چی میشه؟ اینو چه توضیح نمیده؟ بالاخره یک کسی نگهبان ها مسئول بودن اگر بانک رو دزدیدن دیگه. بفهم آقای چالنگی، ببینید وقتی طبق گزارش های رسمی بخش از ثروت ولی فقیه 95 میلیارد دلار هست، این نشون دهنده اینه که از رأس و تا پایین این حکومت فاسده. بنابراین بر چه اساسی میتونه آقای خامنه ای ادعا بکنه که این 95 هزار میلیارد دلار بخشی از ثروتش رو در نتیجه کار و زحمات شخصی خودش به دست آورده؟ اصلا کجای دنیا ما کسی رو میشناسیم که صاحب چنین ثروتی باشه؟ در نتیجه این مثال نشون دهنده اینه که رأس این حکومت وقتی که فاسده و ثروت‌های مردم ایران رو با زور و استبداد تصاحب کرده، سایر ارگان‌های دیگه هم مشخصه که پاسخگو نیستن. ما خاطرمون هست وقتی که این جریان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی مطرح شد، آقای خامنه ای یک جا تشر زدن، گفتن آقا این قضیه رو تموم بکنید، یعنی زیاد پیگیری نکنید. این که شما اشاره فرمودید که خب مردم چه کارن در یک چنین شرایطی و چه کار میتونن بکنن، واقعیتش اینه که مردم در جوامی پیشرفته امروز وقتی که نمایندگان اونها دولت مردان یا دولت زنانی که
انتخاب شدن برای حفظ اداری کشورشون اگر مرتکب کوچکترین خطایی در زمینه مالی به خصوص بشن، بلا فاصله مجازات میشن، از کارشون برکنار میشن و دیگه حتی این امکان براشون به وجود نمیاد که در دورهای بعد مجددن مسئولیت های دولتی پیدا بکنن. یک مسئله واقعی وجود داره در رابطه با کشور ما، اینه که 36 یا 7 ساله که یه تعداد آدمای معینی از روز اول تا به امروز در دولت‌های مختلف، در نهادهای مختلف، در ارگان‌های مختلف مسئولیت‌های اداری کشور به عهده داشتن. مسئول دستگاه قضایی بودن، مسئول امور مالی بودن، نماینده مجلس بودن، توی کابینه‌های مختلف بودن، تو دولت‌های مختلف بودن. همین آقای رحیمی که شما اسم بردید، ایشون از دوره آقای رفسنجانی مسئولیت‌های دولتی داشته، استاندار بوده، بخشدار بوده و مشاور رئیس جمهور بوده و تا به امروز. اصلا این بدین معنا نیستش که آقای رحیمی وابسته به دولت آقای احمدی نژاد بوده، اصولگراست یا اصلاح طلب است و غیر ذلک. شما یک نفر رو نام ببرید که در طی 36 سال گذشته در دولت‌های مختلف مرتکب فسادهای گوناگون بوده و به نوعی در دولت‌های بعدی به کار گرفته نشده به جرم این فسادهایی که مرتکب شده. بنابراین حکومت اسلامی ایران توسط یه عده معینی از روز ازل، از روز اول تا کنون مورد به اصطلاح سوء استفاده قرار دادن اینها، این دولت مردان جامعه ما رو، مردم ما رو، و هنوز هم سر کار هستن و ما نباید دنبال این بگردیم به نظر من که کدوم جناب بیشتر دزدی کرده و کدوم جناب بیشتر دوچار فساد مالی یا انواع فسادهای دیگه بوده. اینا همشون دوچار این فسادها بودن و اصولا بله بفرمایید و اصولا همونطور که خدمتتون عرض کردم حکومت‌های استبداد اصلا چرا استبداد به کار می‌برن؟ به دلیل اینکه وقتی مردم، وقتی روزنامه‌نگاران مستقل، وقتی افراد مستقل در برابر اونها میخوان، جنبش دانشجویی، همه این اعتراضاتی که صورت میگیره از سوی گروه‌های مختلف صرفا به این خاطری که این حکومت نالایقیه، حکومت فاسدیه و اونها میخوان بیان جلوی این فسادها رو بگیرن، ولی اینا میگیرن زندان میکنن، شکنجه میکنن، اعدام میکنن، سرکوب میکنن، تبعید میکنن، به دلیل اینکه بتونن در رأس قدرت بایستن و همواره با استفاده از اهرم‌های قدرت ثروت جامعه رو غارت بکنن. به همین خاطر به راحتی آدم میکشن، آدم زندان میکنن، آدم به اصطلاح تبعید میکنن و غیر و غیر. در نتیجه به نظر من برخلاف جوامع دیگه متاسفانه شاید بتونیم بگیم که مردم همواره از طریق نهادهای وابسته مستقل خودشون، روزنامه‌ها، جراید، رادیو، تلویزیون، سیاستمداران و دولت مردان خودشون رو زیر نظر و کنترل دارن و هر کجا اگر متوجه بشن، با اطلاع بشن که فسادی انجام گرفته، بلا فاصله اقدام میکنن و مسئول رو از جایگاه خودش پایین میکشن و تا ابد هم اجازه نمیدن دیگه اون مسئولیت رو به عهده بگیره. ولی در کشور ما اینطور نیست متاسفانه. یه امتیاز به حساب میاد اگر کسی دقیقاً اینو به عنوان خب آقای شکوری، ببین خود همین روحانیت شیعه، ملایان شیعه بر منبر بارها گفتن و آوردن که الناس علی دین ملوک، یعنی حالا منظورشون از ملوک هم تفسیر کردن که فقط پادشاهان نیستن، مردم به راه رهبرانشون میرن. آیا با اخباری که شما دارید، آقای اعتمادی داره، من دارم و همه دارم، بهتر از ما خود بینندگان ما در ایران، در داخل ایران، آیا همین شیوه فساد مالی، همین کلاهبرداری ها، همین هر اسمی برش بذارید، از دزدی گرفته بیت المال رو حیف ملکیت و هر عنوانی برش بذارید، به هر حال ماهیتش یکیست و عملش یکیست، آیا همه اینا باعث همچین رواجه و بعد از اون برم بی برنامگی، از اون برم افزایش بیکاری، از اون برم بی‌اعتمادی در بازار، از اون برم سقوط روزمره قیمت پول ایران، بسته بودن تجارت فقط در دست عده و تمام مسائلی که بینندگان میدونن، آیا همین ها باعث نشده که این اخلاقیات حکومتیان به قول معروف رواج پیدا کنه در جامعه؟
یعنی خبرهایی که من میشنوم خانواده هایی هستن که به جان هم افتادن از سر کلاهبرداری. در بازار ایران اون اعتمادی که بیشتر وجود داشت دیگه وجود نداره و جاهای دیگه به طور روزمره به قول معروف کلاه به کلاه کردن و زندگی رو گذروندن. آیا این اخلاقیات به جامعه سرایت نکرده از طرف کسانی که روزی معلم اخلاق بودن و روز مظهر فساد؟ بله اتبان دقیقا همین قضیه الان پیش آمده، نه فقط در داخل ایران، حتی متاسفانه به ایرانیانی هم که هجرت میکنن به خارج از کشور. الان ما در خارج از کشور هستیم، ما روزمره داریم این فسادها رو میبینیم. یعنی واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی اصلا اخلاق را در جامعه ایران کلن کشته، خشکانده. الان خیلی اتفاقا با بنده که تماس میگیرن صحبت میکنن و الان خب الان این روابط ها زیاد است دیگه به خاطر این مسائل تکنولوژی، میگن آقا ایران اصلا شده است که به من چه میگن این شده تئوری برای مردم، الگوی عمل، به من چه به تو چه. یا مثلا ما حتی در ایران هم که بودیم بارها میشنیدیم برخی از خانواده ها یا افراد میگفتن که آقا دور زمانه به گونه ای هست آدم به برادر خودش هم نباید رحم کنه. این نشان میدهد که دقیقا اتفاقا این به قول من رو بی اخلاقی ها جا افتادن در درون در داخل ایران. و واقعیتش هم یک مورد بله دیگه، اصلش همین هست. شما نگاه کنید وقتی که شخصی بهش ظلم میشود، حالا کلاهبرداری میشود، هر چیزی، جایی نیست اصلا قوه قضاییه وجود ندارد که او برود تظلم کند. یک مورد، دو مورد، سه مورد، خب این به همین نتیجه میرسد که برادر نباید به برادر رحم کند. آقای خامنه ای خودشون که به هیچ وجه اصلا خودشون رو مأمور برای جلوگیری از فساد نمیدانن، تا به حالا عرض کردم اتفاقا خیلی خوششون هم میآید که کارگزارانشون به انهای مختلف دچار فسادهای عجیب و غریب بشوند که اگر زمانی خواستن از خط قرمزها عدول کنن این نقطه ضعف رو داشته باشن، در این شکی نیست. منتها اونی هم که ایشون اون موقع نگفتن و الان دارن میگن همین، از اون جریان اون زمان از اون خط قرمزها عدول نکرده بود، در راستای خواستهای آقای خامنه‌ای حرکت میکردن، بعدا عدول کردن. منتها این که باز هم چرا ایشون نمیگوین، چرا حواسشون جمع نیست، این برمیگردد به این اپوزیسیونی که آقای خامنه‌ای دارن، این به اونها برمیگردد. اصلا کسی آقای خامنه‌ای رو سوال جواب نمیکند. من این را بنده میخوام به شما عرض کنم، نگاه کنید الان، حالا یه نزد دوستان شما اینجا هم تشریف ندارن، بنده یادم است یک بار شما ایشون رو دعوت کردید اینجا به برنامه خودتون، دقیقا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 11 بود، ایشون میگفتن که ما باید با آقای خامنه‌ای اطمینان بدیم که ما میخوایم به ایران خدمت کنیم، بعد ایشون اعتماد کنن بابا با این همچین اپوزیسیونی و این چیز، معلومه که آقای خامنه‌ای پاسخگو نیست، اصلا ککش هم نمیگذن. ما داریم میریم به یه جایی که بعد اشاره به یکی از مهمانان برنامه ما به اصطلاح که اشاره کرده بود که ما رهبری باید اعتمادش رو جلب کنیم، خب همون موقع در برنامه این مسئله مطرح شد و پاسخ داده شد. اما اجازه بدید من پرسشی دارم از آقای اعتمادی. اون چرا که آقای شکوری در مورد کل فساد گفت و خود شما اشاره کردید تا این فسادی که نهادینه شده و مزمن شده در ساختار حکومت ایران، آیا این همون چیزیست که آقای رفسنجانی یکی از ارکان مهم حکومت فقیه در ایران از 23 بهمن ماه و پیش از اون از اشخاص مؤثر در انقلاب اسلامی برحال تا به امروز در مقام های مختلف باز صحبت این نمی کنه که ما باید اصطلاح الگویی باشیم برای تمام جهان و باید معرفی هستیم به همه جهان به عنوان یک الگو. همینا رو میخوان معرفی کنن، یه چیزای دیگه هست شما و من و بقیه خبر نداریم. به نظر من یکی از روش‌های به اصطلاح جدیدی که به خصوص جدید از این لحاظ میگم که چون در این دوره بحرانی که حکومت اسلامی ایران باش مواجه هست تلاش میکنن که با طرح ادعاهای بسیار بزرگ به نوعی برای خودشون مشروعیت و رسمیت ایجاد بکنن،
یعنی اینه که به قول معروف به روی مبارک خودشون نیارن که در طی 37 سال گذشته چه دست گلایی به آب دادن در تمام عرصه ها، در عرصه سیاست های داخلی، سیاست های بین المللی و مسائلی که تا این زمان پشت سر گذاشتن. بنابراین این ادعا به نوعی که مدعی باشن که ما میتونیم یه الگوی مناسب باشیم برای مدیریت جهان همیشه وجود داشته، از روز نخست هم داشت. یعنی آقای خمینی هم وقتی که بر سر کار اومد مدعی بود که رژیم های منطقه‌ای فاسدن، رژیم صدام فاسده، رژیم عربستان فاسده، همه اینها باید کنار برن و ما نظام خوب و منزه اسلامی رو در سراسر دنیا، ابتدا در منطقه و بعدم در جهان بتونیم پیاده بکنیم. اما همین موضوعی که ما الان در برنامه امروز بهش پرداختیم همه حاکی از این هستش که این رژیم سراپا فاسده. فرزند جناب یا نور چشمی، یکی از نور چشمی های آقای هاشمی رفسنجانی همین الان به عنوان یکی از متهمین اصلی فسادهایی است که در حکومت اسلامی ایران جاری بوده. ایشون رو بردن در طی همین چند ماه اخیر 36 دادگاه تشکیل دادن در پشت درهای بسته. هیچ کس نمیدونه در این دادگاه ها چه مسائل و چه موضوعاتی مطرح شده. تازه بعد از 36 جلسه تشکیل دادگاه قاضی دادگاه میگوید که حالا من باید برم مطالبی که در این 26 دادگاه 26 جلسه که دادگاه تشکیل شده رو بررسی بکنم تا بتونم حکمی رو صادر بکنم و این حکمم به زودی به اصطلاح اعلام نخواهد شد. شما چنین موضوعی رو در کجای دنیا میتونید ببینید؟ دادگاه نورنبرگ که سران ارتش نازی و نزدیکان هیتلر رو دادگاهی کرد بیشتر از چند روز طول نکشید. وکیل اونجا بود، قاضی بود، دادستان بود، پرونده های اینا رو بررسی کردن و احکامش رو صادر کردن. در همه جای دنیا وقتی یک اتفاقی میفته دادگاهی تشکیل میشه و به سرعت مورد بررسی قرار میگیره و اعلام نتیجه میشه. در کشور ما هیچ دادگاهی که در رابطه با فساد و جنایت است اولا علنی نیست و دوما هیچ موقع نتایج روشن اون و متهمین و مجرمین معرفی نمیشن به دقت. بنابراین چگونه آقای هاشمی رفسنجانی میتونه ادعا بکنه که در خصوص نحوه اداری کشور ما بسیار یک نمونه بسیار قابل اعتماد هستیم و یا یک نمونه هستیم که میتونیم در مدیریت جهانی سهم داشته باشیم؟ خب کدوم عقل سلیمی این ادعا رو میتونه قبول بکنه وقتی که خانواده خود آقای رفسنجانی به عنوان یکی از فاسدترین خانواده‌ها و اعضای این حکومت هستند و ما شاهد هستیم که چگونه اینا تونستن در طی این 37 سال گذشته با ارتکاب هر نوع فسادی همچنان سر کار بمونن، همچنان به عنوان مدیران این نظام به حساب بیان و همچنان در حتی آقای رفسنجانی در این سن بالای 80 سال با تر این موضوعات میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که آقا اگر احیانا مثلا جناح دیگر مرتکب اشتباهی شده من هستم هنوز. یعنی واقعا در یک کشور 80 میلیونی ما به غیر از آقای رفسنجانی و پسرشون و آقای خاتمی و نمیدونم آقای موسوی و کروبی و خامنه ای و نمیدونم برادران لاریجانی ما هیچ انسان دیگری نداریم که شایسته این باشه این کشور رو اداره بکنن؟ واقعا این سوال آخه این چه سیستمی است؟ کجای دنیا این اتفاق افتاده که 2300 نفر نه 500 نفر آدم برای 80 میلیون جمعیت یک کشور 37 سال تصمیم بگیرن و همه اینا مدعی باشن که آقا ما راه رو بلدیم، به ما رأی بدید، ما رو انتخاب بکنید و ما صلاحیت دیگران رو ما تایید میکنیم که در اداره به کشور نظر داشته باشن، دخالت بتونن بکنن. یعنی اینه که آقا همه آدمایی که تو مملکتن شایسته نیستن، توانایی ندارن، تخصص ندارن، قابل اطمینان نیستن. فقط ما چند تا خانواده هستیم که میتونیم این مملکت رو با این وضعیت ناهنجار 37 سال نگه داریم و اداره بکنیم. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. چرا هنوز سرنخهایی که مسئولان جمهوری اسلامی در مورد اسید پاشی در اصفهان دنبال میکنند به جایی نرسیده است؟ آیا دستگاه حکومتی ایران مستقیما در اسید پاشی به روی دختران اصفهانی
نقش داشته است. چه دستهایی از اسید پاشی به روی بانوان ایرانی در ایران حمایت میکنه. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای شکوری در ترکیه. ببینید آخرین خبرها در مورد اسید پاشی در اصفهان این هستش که دادستان اصفهان میگه ما همچنان داریم این سرنخ ها رو دنبال میکنیم. این سرنخ ها اگه چند هزار کیلومتر هم بودن تا الان باید به یه جایی رسیده باشن، یعنی اگر تناب هم بودن و نه نخ باز هم به جایی باید رسیده میشد بعد از این چندین ماهی که گذشت. چرا چنینه؟ شما چه اطلاعاتی در مورد دست داشتن خود دستگاه حکومتی در اسید پاشی دارید؟ نگاه کنید، اگر چنانچه همین دستگاه قضایی و دستگاه های انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی برایشون اصلا مهم بود، در اولویت قرار میدادند، یعنی اگر میخواستند در اولویت قرار بدهند پیگیری این مسئله رو، مسلم به نتیجه میرسیدن. مونده از روزهای اول شما میبینید وقتی در تهران، در اصفهان، در اعتراض به اسید پاشی ها تجمع میشود، این دقیقا مواجه میشود با سرکوبه های نیروهای امنیتی در تهران و اصفهان یا جاهای دیگه هم، چند تا شهر دیگه هم بودن همین وضعیت پیش آمد. پس نشان میدهد که از روز ابتدا هم جمهوری اسلامی خواهان پیگیری این مسئله نبوده و نیست. و همون یک کمی را هم که در هم ابتدا چهار تا امام جمعه آمدن و محکوم کردن این قضایا رو، بحثش این بود که قضیه رسانه‌ای شده بود، آبروی اینها داشت میرفت در همین حد. یادم هست که احمد خاتمی همون موقع صحبت کردن در مورد این بانوانی که سر و روی اینها با اسید سوخته بود، از بین رفته بود، نگفتن که به حقوق اینها تجاوز شدن، گفتن که این مسئله اسید پاشی دارد به عبارتی آبروی نظام ما را میبرد. مصلحت نظام ما این است که این پیگیری شود، یعنی همونجا حقوق این بندگان خدا هیچ و پوچ بودش راحت. اینها برنامهشون این است، اینها اگر واقعا میخواستن چهار نفر را پیدا کنن که حالا به عنوان سرخود یا هر چیزی که این حرکت زشت را انجام دادن، مسلم میتوانستن پیدا کنن. شما نگاه کنید، اینها در مسائل امنیتی معتقدن که ما قوی ترین وزارت اطلاعات را داریم، ما قوی ترین نیروهای انتظامی را داریم، نظامی را داریم، ما پشه را مثلا از گوشه یه دونه سوراخی هم بیرون میاریم و این مسائل همیشه یک همچین ادعاهایی میکنن. بعد اینجا چگونه نمیتوانن؟ بنابراین خودشون نمیخواهن اصلا این برنامه را ندارن. کما اینکه اسید پاشی ها در اصفهان صورت گرفته بود، همه ما میدانیم در اصفهان انصار حزب الله یکی از فعالترین شاخه های انصار حزب الله هست که در اصفهان هستن، سالیان هست که در اصفهان فعال هستن و در همون زمان هم به صورت همگام و همنوا همزمان ما صحبت میکردن در مورد مسئله حجاب، در مورد اینکه باید برخورد کرد با بی‌حجابان، حتی الفاظ بدی هم به کار میبردن. به نظر میرسد این حرکت از سوی خود جمهوری اسلامی بوده و اگر هم مستقیما نبوده اینها تحریک کردن. او الان کاری ندارد آقا سرنخ ها، اصلا نمیخواد اونهایی رو که مباشر بودن رو دستگیر کنن، یعنی اون شخصی که از پاشیده اصلا نیست دستگیر بشود. در اینجا باستی مسبب اقوا از مباشر دستگیر بشود، مصباح یزدی باید دستگیر بشود، احمد خاتمی باید دستگیر بشود. در امریکا فلان روحانی که طرفدار جریان‌های تندروی مثل القاعده بوده رو دستگیر کردن، متهم به زندان کردن، گفتن آقا این که ترور نکرده، گفتن نه این سخنرانی کرده، تهییج کردی. اینها هستن، همین ها رو بگیرن آقا قضیه حل دیگه. این مصباح یزدی را، احمد خاتمی را، اون امام جمعه اصفهان را، اینها کی بگیره آقای؟ حالا آقای چالنگی، حالا ما از لحاظ تئوریکش داریم، ما که میدانیم اینا نمیخوان بگیرن، اصلا خودشونن، در اینش که شکی نیست. ولی اگر بحث ما، اگر واقعا اینها میخواستن برخورد کنن و اگر واقعا بخوان برخورد کنن که نمیخوان، سبب اقوا از مباشر اینجا است، اینها رو بگیرن، اون مباشرین هم حساب کار میاد دستشون، دیگه از اینجور مسائل رخ داد نمی کند.
خب ببینید آقای اعتمادی، آیا همین ها هستن؟ همین اسید پاشان اصفهان هستن یا نه؟ این روند از 23 بهمن ما شروع شد. این روند شما کسانی دارید که پونز به پیشونی دختران ایران میشستوندن، درست؟ اسید میپاشیدن. امروز خب سر از جای دیگه در آوردن، و یا کسانی رو سراغ دارید که به پیروی از معمر قذافی از رادیوی به اصطلاح هر چی که بود، رادیویی که انقلاب تصرف کرد، اشغال کرد، هر چی که بود، دستور میدادن پیام پخش بشه که حزب الله بر پای بانوان ایرانی که جوراب نپوشیدن یا دختران رنگ سبز بپوشن بکشن، و بر بازوان مردان. و از همون 23 بهمن ما شروع شد تا به امروز رسید. یا نه اینا فقط یه عده مشخصی هستن؟ از همین ایستادن تماشای سنگسارها شد، از همین که و بقیه حالا من به بقیه چیزها کار ندارم. رئیس جمهور اول متهم کرد زنان ایرانی رو، کرد در آمفی‌تئاتر تلویزیونی که بنده هم بودم در اونجا و بسیار دیگه از کارکنان تلویزیون اشعه اداره و این صحبت ها. حالا بکن بفرمایید آقا چرنگی همونطور که خودتونم اشاره کردید، مسئله سرکوب زنان به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات مربوط به انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی ایران بود. مسئله پونس به پیشانی زنان زدن، به تهدید کردن های گوناگون و شعار یا تو سری یا رو سری به عنوان اینکه شعار اصلی حزب الله بود در روزهای اول انقلاب، و تا به امروز هم این قضیه ادامه داره. واقعیت اینه که زنان ایران با مقاومت جانان خودشون در 37 سال گذشته در برابر این رژیم ایستادن، ولی رژیم کوتاه نیامده. و تمام اینا تاکتیکا و روشایی است که در تایید فرمایش شما از روز اول تا به امروز بوده، برای خونه نشین کردن زنان و برای به صلاح از عرصه مسائل اجتماعی خارج کردنشون. همین مسئله اسیدپاشی کاملا مشخصه. وقتی آقای احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی رسما اعلام میکنه، در همین دو سه روز اخیر اعلام کرده بود که مسئله اسیدپاشی، مسئله زورگیری و مسئله گروگانگیری یک مسئله ملیه. این معناش اینه که فقط نیروی انتظامی نیستن که باید پیگیر این قضیه باشن، همه مردم مسئولن. بنابراین میخواد از این طریق این مسئله ملیه از سر خودشون باز کنن. و بعدم میگه که ما همیشه نمیتونیم همه پرونده‌هایی که در اختیار نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی است رو کشف بکنیم. و مسئله اسیدپاشی به رو صورت زنان اصفهانی یکی از این پرونده هاست. و حتی میگن که آمار عجیبی میدن، میگن که دستگاه قضایی ما در طی این 4 ماه گذشته 191,000 نفر رو مورد تعقیب قرار داده، ولی نتونسته به جایی برسه. شما نگاه کنید در این شهری مانند اصفهان واقعا اینا تونستن 191,000 نفر رو مورد بررسی قرار بدن برای کشف این قضیه. و بعد در نهایت هم میگن که هیچ معلوم هم نیست که ایشون از کشور خارج شده باشه یا نه، یعنی عامل اسیدپاشی. یعنی این مسئله است که باید پروندهش رو بست بر اساس توضیحاتی که آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی میده. دلیلش هم این استش که تهدید و ارعاب و ایجاد وحشت باید وجود داشته باشه. همین خود آقای احمدی مقدم میگه که پرداختن به این مسئله باعث به اصطلاح مشکل روانی در جامعه میشه، و درست هم میگه. و اینا اصولا آمدانه این کارها رو انجام میدن که مشکل روانی ایجاد بکنن. یک جامعه مرعوب شده، یک جامعه تو سری خورده و وحشت زده طبیعتا قادر نخواهد بود از حقوق خودشان به خوبی دفاع بکنه. مسئله سرکوب زنان یک نتیجه گیری سیاسی واسه حکومت اسلامی ایران داشته. وقتی زنان یک جامعه سرکوب میشن، طبیعتاً وابستگان به اون زنان، پدرانشون، همسرانشون، برادرانشون و خیشانشون هم مرعوب میشن. حکومت اسلامی با سرکوب و مرعوب کردن و تهدید کردن زنان ایرانی تلاش میکنه جامعه رو مرعوب بکنه، جامعه رو مقبول بکنه، جامعه رو دوچار به اصطلاح یأس و ناامیدی بکنه. این بسیار حساب شده است، این نوع تاکتیکا و روشایی که جریاناتی که در طی این 37 سال در ایران در خصوص زنان پیش گرفتن. خب
آقای شکوری، ببینید مسئله ریزگردها در خوزستان چرا هنوز راه حلی برای این مسئله پیدا نشد؟ این که دیگه مسئله به یک معنی سیاسی که نیست که. آیا مسئولیت سازمان محیط زیست با خانم ابتکار با سابقه، حالا سابقه تروریستی ایشون از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن، میلیاردها دلار خسارت زدن به ایران، اونا به جای یه همچین سمتی، چرا هیچ طرحی برای مقابله با این مسئله به قول آقای هاشمی وزیر بهداشت که پا شده رفته اونجا از نزدیکم دیدار کرده، بیماری های مختلفی رو در پی داره، مسمومیت هوا و و و و چرا هیچ اقدامی ما نمیبینیم؟ مگه جز به هر حال حوزه چی میگن سلطه ولی فقیه نیست خوزستان، یا به قول اون روحانی دیگه دولتی برایشون خوزستان مهم نیست، سوریه مهمه؟ خدمت شما عرض کنم، نگاه کنید آقای چالنگی، این گونه هم نیست که اینها نمیدونستن. اینها من ابتدا این رو باید عرض کنم، الان سالیان سال هست که از سال دست کم بله به این شکل هست سالیان سال هست در مورد مسائل محیط زیستی مطبوعات دارن می نویسن، کارشناسان اقلیم شناسی دارن نظر میدن، پیشبینی هم کرده بودن، کارشناسان محیط زیست همچنین حتی راکار داده بودن، حتی کارشناسان جنگل مرد اینا راهکار داده بودن، پیشبینی کرده بودن. مثلا یکیش بحث بیابان زدایی بود، یکی از راهکارهایی که داده. من یادم هست که فکر میکنم سال 90 یا 91 بود، حتی روزنامه خراسان که مال سپاه پاسداران هست و در مشهد منتشر میشود و سراسری پخش میشود، اونم یک گزارش خیلی خوبی در این زمینه منتشر کرده بود، در زمینه همین راهکارها که برای جلوگیری از همین گونه مسائل محیط زیستی بوده، یعنی خودش مال سپاه پاسداران بود. بنابراین اینها میدانستن، این گونه نیست که اینها ندانن. منتها بحث این است، نگاه کنید وقتی یک حاکمیتی بر سر کار میآید، این یک منابع مالی محدود دارد، نامحدود نیست، یک سری اولویت بندی های هم دارد در برنامه های خودش. حالا بحث این است اولویت بندی های جمهوری اسلامی چیست؟ آیا اولویت بندی های جمهوری اسلامی آن است که در مسیر احقاق حقوق شهروندان گام بردارد، مثلا بیاید جلوگیری کند از صدماتی که محیط زیست ناسالم ممکن است که به شهروندان وارد کند، یا خیر این است که مثلا بیاید مسائل امنیتی را دنبال کند؟ شما الان میبینید اون چیزی که در جمهوری اسلامی از روز ابتدا اصل قضیه بوده مسائل امنیتی بوده. شما اگر الان خیلی خوبم بخوایم نگاه بکنیم همین هست، نگاه کنید وقتی که میبینیم در دوره آقای احمدی نژاد، نه اینکه احمدی نژاد تصمیم گیرنده بوده، سیاست نظام البته این بوده، میان و ساختمان‌های عریض و طویل با یک مجموعه های عجیبی برای وزارت اطلاعات ادارات کلشون در هر استانی میسازن، درهای آنچنان بزرگی که بنده فکر میکنم که ضد گلوله بودن. وقتی که بودجه مملکت در اونجا دارد خرج میشود، خب دیگه نمیتوند بیاد در خوزستان خرج بشود، مثلا اونجا بیابان زدایی بشد یا فلان مسائل دیگری در راستای مسائل محیط زیست باشد. وقتی که جمهوری اسلامی میآید تیمهای ترور گسیل میدارد به خارج، مثل ترور مرحوم قاسملو، بختیار یا کسان دیگر، خب این تیمهای ترور همه خرج دارند، آموزش میخوان، خب دیگه پولی جایی نمیماند که اونجا بخواد صرف بشود. وقتی میآیند نیرو گسیل میدارن به سوریه، به عراق، به لبنان، به این ور، به اون ور، همه جا ماجراجویی، پولی نمیماند که اینجا بخواد خرج بشود. بس ها همه، یا شما الان آقای خامنه ای ملت رو بدبخت کردن، از دوران هاشمی رفسنجانی با این بحث اتمی، خب این همه کشور ضرر کرده از لحاظ مالی، خودشون اعلام دارن میکنن، یعنی تمام پول مردم ایران، شما الان حواستون باشه مردم ایران، همه عجیب با برکت بی برکت شما این آقای خامنه ای داده به این بر اون بر، همه هم شده هیچ پوچ، به هیچی هم نرسید، آخرم آقا تسلیم شده، تمام بودجه مملکت دارد اونجا صرف میشود، دیگه بودجه نمیماند که اینجا بخواد صرف بشود. نگاه کنید این نگرش. آیا اجازه بفرمایید آیا شکوری، من این پرسش رو از آقای اعتمادی دارم، به دو دقیقه هست، آیا به خاطر نبودن بودجه هست آقای اعتمادی، یعنی بودجه نمیرسه، یا اینکه واقعا علل دیگه هم داره؟ با این توضیحی که من بدم
طرح تثبیت شنای روان در خوزستان، من از دبستان یادم هست این طرح تقریبا آغاز شد، جزئیاتش مفصله و همین موضوعات بود اون زمانم، نه اینکه اون زمانم باد نبود یا طوفان نبود، ولی خب طرحهای اجرا شد و تثبیت شد و چون اتفاقات دیگه به مرور کم و کم و کمتر میافتاد تا پیش از انقلاب که دیگه طوفان و شن و هرچی هم که بود ولی به شهرها نمیرسید دیگه. بفرمایید آیا فقط نداشتن بودجه هست یا عدم کارایی از روحانیتش یه که حاکم شده بیاد بشینه فکر کنه شنای روان رو چجوری میشه جلوشو گرفت، ریزگردها رو، منابع آب زیرزمینی، تالاب ها رو چطور میشه نخشکوند، مثلا همین آقای احمد خاتمی یا جنتی همچی چیزایی رو میتونن چیز کنن فکر کنن، چون مایل هم اصلا همه چیز دست خودشون باشه دیگه، زلزله هم که میاد میگن که کار خداست. بفرمایید. یعنی چون وقت مردم گناه کردن داره مجازات میکنه خداوند. بفرمایید. بله چون وقت کردن من خیلی به اختصار خدمتتون توضیح میدم، به نظر من دو تا عامله، یکی این که هیچ بودجه برای محیط زیست در نظر گرفته نشده، در بودجه سال 94 جناب روحانی به هیچ عنوان برای مسئله بحران ریزگردها و طوفان شن بودجه در نظر گرفته نشده، این یک عامله. عامله دوم هم که خودتون هم اشاره کردید عدم مدیریته. من میخوام خدمتتون عرض بکنم مسئله طوفان شن در استان خوزستان راه حل نداره با توجه به وضعیتی که وجود داره. واقعیت اینه که اتفاقاتی که در طی 37 سال گذشته، 8 سال جنگ، از بین رفتن زمینای کشاورزی، از بین رفتن منابع ذخایر آب‌های زیرزمینی و روی زمینی، موجب اصلی به اصطلاح باعث اصلی این وضعیت پیش آمده شده. از اونجایی که هیچ بودجه وجود نداره، خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست میگوید که شرکت نفت به ما مواد نفتی نمیده که ما مالج مالی بکنیم، یعنی کاری که از مواد شیمیایی میریزن در مناطقی که خاک به اصطلاح خاکای نفت سیاست در واقع. بله دقیقاً میگه که شرکت نفت اینو به ما نمیده چون ما بودجه نداریم این رو بخریم، بنابراین طرحی وجود نداره. مردم خوزستان خودشون باید فکری بکنن، اگر فکر میکنن با تظاهرات کردن جلوی فرمانداری و استانداری ایستادن اینها راه حل دارن، خودشون خانم ابتکار داره با زبان ساده میگه ما راه حل نداریم، پول نداریم، نفتی که مال خوزستانه به خوزستانیا نمیدن نفت سیاهشو بریزن حداقل کمک بکنه که از این جریان طوفانش جلوگیری بکنن. بنابراین به قول خوزستانیا اینا آب و نفت خوزستان رو برمیدارن میبرن به جاش برای اینا طوفان و خاک و آلودگی هوا ایجاد کردن. هیچ راه حلی وجود نداره. سپاسگزار هستم آقای حسن اعتمادی عزیز، با سپاس از شما. ممنون از شما جناب چلنگی عزیز. آقای مازیار شکوری عزیز، سپاس از شما در ترکیه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران دنا، دراک، آسماری، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.